دیروز خدا وکیلی این مرد در حق شما بدی کرده. نه والله. میدانی از دیشب تا حالا چنی زخم زبان شنیده بابت او یگونی طلا؟ خدا نگذر از این فریبرز آقا جان. اون چیه؟ من برسیدم اون طلا رو گذاشته بودم صندوق عقب فریبرز. خب بعد برگشتم دیدم اصلا ماشین نیست. یعنی چجوری ماشین نیست؟ سویچ دست من بود. اون گونی تو ماشین تو چیکار می‌کرد؟ من به یکی شک دارم. سویچ ماشینم دست شد. صندوق عقب ماشین من دنبال چی می‌گشت؟ دیدم کارت می‌کنه. سرکار خودشه. خوش اومدی فرید جان. باید وسایلتو جور کنم فردا مجهزتر بریم. کجا برم؟ بابا این فلامینگوهای بیچاره اومدن اونجا تخم گذاشتن. اون موقع دریاچه پر آب بوده. الان که تخم داره جوجه میشه دریاچه خوش شده. جوجه‌های کوچولو پیچولو بیچاره موندن تو گل و نمک. الان از اعضا خواستن که پاشن برن اونجا جوجه اونا رو تو گل بکشن بیرون. آره دیگه. اینا دینامیته. منفجر بشه تا شاید صد متری مگه تحویلمون میده. منفجرش میکنیم معدن پهن میشه، تلاشو ور میداریم خودش جمع میشه. نورعلی فقط به ما 48 ساعت فرصت داد. سلام به همگی. این دفعه دیگه بلا به خیر گذشت. سر بیگناه من تا پای چوبه ای دار رفت ولی بالاش نرفت. 4 3 2 1 نورالدین خانزاده. به به، چقدرم تمیز در اومده. یه نگاه بنداز ببین اطلاعاتش درسته؟ نه دیگه، نشد. اول تسویه. منوی قیمتامون رو دیوار هست. شما 5 تومنم بیانه داده بودی. حالا شد. خیالت راحت باشه. واسه آدم مردشم همشین گواهی فوتی نمیزنن که من برای این بند خدا درست کردم. بعد چند سال گفتم دیگه با خیال راحت میشینم پشت فرمونه. احتمالا یکی از دینامیتا با موج انفجار افتاده تو ماشین تو. بعد اون موقع اونجا عمل کرده و انفجار افتاده. قصه نخور، غضبلا بوده. دیگه چقدر غضبلا. صبحی داشتم مسواک میزدم، مسواک سرش شکست تو دهنم، پرت شد تا حلقم. 200 بار بالا پایی پریدم تو نفسم بالا بیاد. آقا تقصیر خودته. اصلا تو این روستا تو چیکاری؟ چیکار میکنی؟ عاقبت آدمی که در زمان غلط، در مکان غلط حضور داشته باشه همین میشه دیگه. رفتیم محضر؟ باشیرین؟ نه هنوز. بابا این زنه روستا چپ میرن، راست میرن، میرن در گوشش میگن سلمان خیلی از تو سرتره. زنم که خودت میدونی دوست دارن از شوهرشون سرتر باشن. همین بود که میخواد با تو ازدواج کنه دیگه. البته چون رفیقمی دارم بهت میگم ما اینا رو. تو رفیق منی؟ آره دیگه. قدیما رفیقا معرفت داشتن. بچه بودیم یادت سریال پخش میشد به نام در پناه تو؟ هنوزم داره پخش میشه. دوتا رفیق، دوتا دانشجو عاشق یه دختر بودن. خب یکیشون مردونه، یکی به خاطر اون یکی کشید کنار. تو شمال ویلا داشت، رفت موند اونجا.
به خاطر اینکه دختره راحت‌تر به اون یکی بله رو بگه. منظور؟ شمال ویلا نداری؟ فسخون دارم. میری؟ آقا چی میگی؟ این که اینجا بود افتاد دیوونه خونه، اونی که تو شمال بود اومد دختره رو گرفت. تو قول میدی بیفتی دیوونه خونه؟ نه، نه، نه. میخوای من برم شمال؟ آره برو. نه بابا نه. رخشم بود. قرار بود مرکب عروسیم باشه. خدایا حکمت تو شکر. اخ ببخشید فریبر جان، میخواستم بزنم به بازو سلمان. سلمان جان دلجیگر مدن ریخته بیرون، پاش به یه فکری بکنیم. حالا میام، دارم باش همدردی میکنم. بفرما آقا، نمیخوام همدردی کنی. مطمئنی؟ بله بفرما، بفرما. میخوای چند ضربه دیگه تو بزنم؟ نمیخوام آقا، بفرما. خوش، من رفتم. بازش کنم، بازش کنم. اینو خود کشیدی؟ آقایان ببخشید معطل شدیم. این بدبخت تو شرایط مناسبی نیست. نباید تنهاش بذاریم. خیلی داغونه. کار خیلی آدم بدشانسی همه. موافقم باش. این عروسیش بود به هم خورد. سائق زد بهش اون بلا سرشون. من ماشینش آتیش گرفت ترکی. نه از تعجب میگم چطور سکته نمیکنه سلمان. آقا منم سوالم همینه. تمام امکانات لازم برای یه سکته وسیع که از کمر به پایین فلجش کنه رو داره. نمیتونم چرا سکته نمیکنه. عجیبا. خیلی سکته. خدا نکنه. به خدا من جای اون بودم 50 بار حالا مرده بودم. خدا نکنه. که سر پیدا کنید بذارید اون گوشه بریم سر بحث اصلی. نیست بابا جان. آقا سنگ بی خیال. سر آشپز. ها نیم ساعت داری چیکار میکنی؟ من؟ آه اون دوردستا رو نگاه میکنم. یه دقیقه بیا بشین اینجا، اون دوردستا جای دوری نمیرن. بیا 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 بشین اینجا. خدا بابا این کار نشسته اون بیاد اینجا بشین. بابا پرواز بده. بابا پرواز بده. چند زمان بود کشیدش دوست. آه خسته نباشی. خیلی همینجا من خیلی باسلیم هست. خب دوستا دقت کنید، رگه های طلا تو این قسمت معدنه. الان ما دقیقاً زدیم همینجا رو ترکوندیم. آفرین. ما نه، جناب عالی زدی ترکاندیش. ای بابا شما دوباره شروع کردید. آقایون، الان وقت جره بس نیست. طلا رو زمین مونده. نریم جمع کنین، یکی دیگه میری جمع میکنه. آفرین، جمعش میکنن. معدنتون. لعنت به معدنتون. لعنت به دینامی. بم ریخته است. جناب سلطانی، این زمین قبل از انفجارم خودش سوس بود. الان که هر که بروزی کار بکنه با جان خودش بازی کرده. سربرا، به عنوان یه بزرگتر به شما گفتم دینامیت کار نذارین یا نه؟ گفتم یا نه؟ راست میگه، گفت. ولی به گوش دان نرفت که نرفت. ای بابا این ما را گذاشته. لاعقل، لاعقل به دو کلام حرف اوسا غلام توجه بکنین و داخلی معدن نشین بابا. ببخشید ابو کاوس، چی شد شما بعد از انفجار جا زدی؟ شما که قبل انفجار با دینامیت عکس سلفی میگرفتی میگفتی جون میده برای استوری. من جا زدم درست؟ ما با انفجار بزرگ شدم. من دوره جوانی اگم تو تیم خونسازی بودم. کجای کاری تو؟ چی چی تو تیم چی؟ تیم خونسازی بودم. آها ببخشید. سوالش ببخشید اما خونسازی چی؟ خونسازی و درد زخم ما. فقط بخون. آقا ببخش. عجله داریم آقایان. تا زمانی که بی ادب و بی تربیت اینجاست طلاق سهله. من دستگاه چاپ اسکناس بانک مرکزی هم بمیدین دیانه ما خواما. آقا چقدر نازک شدی همو کاوس. همو کاوس. خیلی چی گفتم؟ آقایان وسط دعواتون یه نگاه به اینجا بندازین. آب داره بیفته تو. اینجا چه خبره اینجا؟ به شیطان که گفتم. آقایان دست رو دست بذاری ما فرصت نداریم. ما آب قنات میاد این معدن میشورو با خودش میبره بیرون. ها دست به جمانین شار در شارها با افزایش ارتفاع بالاتر میده. برخلاف جامداد که پاسکارش هم برابر با نیروی واردی هستی. بگیرش ها آقا بگیرش کجا؟ مگه نمیخواست تو نقشه تو توضیح بدی؟ نرفته. ببینید من نوکر پدر همه تونم. نذارید سلطاییتون سر این جریان بسوزه. سلطانی برای روستا برنامه‌ها داره. کشیدن خطوط انتقالی گاز،
فیبر نوری، کشاورزی مکانیزه و یه سورپرایز که اونم اینه، اووردن یه تیم لیگ برتری. فقط نپرسید چه تیمی و کی. بس دیگه دایی دایی، از این وعده سر خرمنا زیاد ازش شنیدیم. اگر الان پرسیدن دینامیت ها کجا آوردین چه باید جواب بدیم ها؟ راست میگه، اونم کاری داره. بیا عمو. کجایی؟ بیا سر قضا گذاشتم توی میوه هم گذاشتم، اون دارویی هم که میخواستی گذاشتم همینجاست. خب دیگه اینقدر کیسه پلاستیکی بروبر استفاده نکن. این کیسه پارچه‌ای برات گذاشتم، چندین بار میتونی ازش استفاده بکنی، به محیط زیست هم آسیب نمیزنه. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. خوری من نگاه بکن آقا فریبرز، شاید شما فکر کنید من تون هفته باشم، ولی هر کسی دیگه هم جای من بود همین کارو میکرد. هیچ کس نمیتونه با نبودن داماد اونم توی شب عروسیش کنار بیاد. حالا شما به من یه دو سه روز وقت بده که فکرامو بکنم. که همین الانم اگر که دوست دارین بفرمایین بالا، بابام بالاست، چای ما هم حاضره. سلام آقا فریبرز، خوب هستین؟ سلام. میدونم شما شایسته کنین که من یه ذره تون رفتم، البته شاید درست فکر بکنین ها. نه اجازه بدین، خب آدمیزاد دیه، ممکنه تو زندگیش اشتباهی بکنه، یه تصمیمایی بگیره که شاید درست نباشن، ولی خب شما هم حق بدین، هر دختر دیگه هم جای مبور ممکنه. شیرین خانم ببخشید، آقا نوری هستم؟ بله هستم. یه لحظه ده. نه خب من و بابام که فرقی نمی‌کنیم با هم، حرف اونم حرف منه. بعدم اینکه آقا فریبرز، من از اولم بهتون گفتم شما آدم بدی نیستین. شما نه فقط خانم، من آدم بدیم؟ بد شانسم، بد اقبالم. از دار دنیا یه ماشین داشتم، اونم که 10 دقیقه پیش منفجر شد. الانم فقط اومدم به آقا نوری بگم که آب قنات افتاده تو معدن، اگه دیر به جنبه بابت نابود کردن معدن باید فردا پس فردا به هزاران نفر جواب پس بده. شما فقط اومدی همینه بگی؟ هیچ چیز دیگه نمیخوای بگی؟ نه چرا؟ لباس گرم بپوشید، از فردا هواشناسی اعلام کرده 3-4 درجه هوا سردتر میشه. خواستگارشی؟ بودم، جوابم کرد. داشت جواب بله رو بهت میگفت، خرابش کردی. چی؟ بله کدوم بابا، فقط گفت آدمیزاد اشتباه میکنه بعضی وقت. آک بر سرت فری برز، چرا حواست نبود؟ خاک تمام کهکشان ها تو سرت فری بود. باز اینجایی؟ ار رو نمیری؟ اون رود بیاد دوباره انداختنه بیرون. آره جیبا همون جیبا بیچاره شدم کمرم شیکه. کمره دوباره شکست یا همون دفعه که ساقه بشه زد؟ فری بود، یا ببینم تو به شیرین چی گفتی؟ من شعورم به بله غیر مستقیم نمیرسه. بابا آقا نوری اینه ول بکن، فریده به دادم برست، فریده بل لقمه برام گرفته. آقا داره من نمیفرسه دریاچه بختگان که به 4 تا جوجه فلا میگو که از دختر بیان کمک بکنه. بابا من میخوام هزار سال از یاد دختر بیان. چی میشه هرم بهش ببگن ببینم این چی گفته. ببینم تو به شیرین چی گفتی ده برای قنات تو معدنونه؟ گفتم انفجار زدن، آب قنات زده تو معدن، انقریبی که آب بشوره همه چیزو ببره. یا زل جلال و الاکرم. آقا نوری اومد، آقا نوری اومد. بیچاره شدیم. ای کلا. یک و بیستی خود شیرین. دیدین چیکار کرد؟ رفت لو داد، آقا نوری آورد اینجا.
آقایون هیچ کسی چی نگه، من خودم توضیح میدم. شما خاک صحنه رو نخوردین، نمیتونی خوب فیلم بازی کنی. باریکلا آفرین، واقعا آفرین. ببین شما یک کاری کردین که همین امروز فردا ایشالله به حول قوه الهی عکس منو میزنن تو کتاب تاریخ، زیرش هم میزنن وی انسانی خوشگذران و عیاش بود که تمام منابع و معادن مملکت به بعد داد. باریکالا دست شما درد نکنه. نوراد اینجا ناخواسته بود، معدن گاز گرفته بود، ما هم تو داشتیم کار میکردیم، بیخ مهیار فندک زد، یک دفعه معدن منفجر شد. شیمنیو من نزدم. سرواز اونم که داری میبینی، خدا رو صد هزار مرتب شد که لفات جانی نداشتی. چرا غیر علمی حرف میزنی بهادر؟ چرا؟ من یه آن تو زیر زمین با دو جیر گاز پیکنیکی زندگی کردم، چرا اون موقع گاز جان نمیشد؟ ها؟ راست میگه. دروغ میگن آقا نوری، این سلطانی معدن رو با دینامیت منفجر کرد، بعدم با هم دست به یکی کردن که رازشو به شما نگن. ماشینی تو هم اینا ترکاندن؟ نه خیر آقا، هنوز هیچ گروهی مسئولیتش رو بر عهده نگرفته. آقا مسئولیت این معدن که با شما هست. با من؟ بله با شما، با شما، با این، با من، با این، با آن، با همه هست. آقا این معدن که مال من نیست که زدیم منفجرش کردیم، اموال مردمه، مال مردمه، حق مردمه. ببینید ما حتی شده اگر به قیمت از دست دادن جان معدن باشه نباید بذاریم این معدن بین بره. آقا وقت تلف نکنید، تشریف بیارید، دنبال من بیاید، کار زیاد داریم، بیاید. بیمدن بیاید. نوردین جان، درد تو چشم. ها من اگر بمیرم، دو سوم اهالی آباد یتیم میشن، او خرج این بچه های منه کی میده؟ خیلی خوب، تو نیه آجون، منم آرزو بچه هم بغل کنم آجون، من تا الان 3 میلیون پول سونوگرافی دارم. خیلی خوب، تو هم نیه. ممنونم. من یه دختر دیدم توی آبادی بالا، یه پارچه خانم، به خدا دروغی میگم شمارش هم 0900. آقا شمارش نمیخواد بگی بابا جان. ای قربانت، قربانت، قربانت. آقا نوری من باهات میام. ببین جان کل دختره و امه هم قسم اگر پت بذاری داخل مدن یه جوری با کلای میزنم وسط فرق سرت که صدای خر بزنم مشهدی بدی. آقا چرا اینجوری کرد؟ من قسم کمک بود. بابا بهش حق بده دیگه، تو به این شانس بدت بری وسط کاخ کرملینم به تلی از خاکستر تبدیلش میکنی. چه برسه به این معدن زپرتی هم کشیده. راست میگه دیگه. آقایان خجالت هم خوب چیزیه، توی این لحظات ما باید نوری تنها بذاریم، واقعا شرم آوره. بیا بریم تو، بیا. درود بر شرف. نوری ای براش اتفاقی بیافته من تا عمرم نمیتونم نگاهت روزانه بچه بکنم. ای درود بر شرف تو. اتفاقا خیلی عالی شد، من مطمئنم این 3 نفر آخرش برمیان. آخه بی خودی ما بلنشیم بریم جدو دست پل اینا نمیذاریم کارشون هم بکنن. قبول داری؟ ای تو فور رود بیاد، اینا به خاطر گندی که تو زدی زندگی شان به خطر انداختن. وقت تو میگی من اینجا نشستم 3 نفر کافیه، کنه بذاریم من اینجا برو تو تلفن دارم، خودم میام. خاک بر سرت فریبرز، تو حتی لیاقت مردن هم نداری. دیدی باید چی کار کردم؟ مادر جان نوکرتم، چقدر الان نیاز داشتم صدات بشنوم. الو مادر جان. سلام مادر جان، خوبی؟ الو الو، ای بابا این چه خاموش شد پس؟ من که 73% شارژ داشتم، مردم با 3% شارژ نیم ساعت با تلفن حرف میزنن. ای لعنت به بخت من، ای لعنت به شانس من. آخه تو چرا اینقدر بدبختی فری برد؟ یا خدا بچه ها بیم بینیم. باشه
موازه باشید. بچیه اینجا وقت زیادی نداریم، اگه جلو نشتی قناته نگیریم تا یکی دو ساعت دیگه معدنی وجود نداره. آیا صدای وحشتناکی داره میاد؟ اوه من بوی شاد روانی رو دارم احساس میکنم. نفوذ رو بد نزن بچه. نوری کجایی بابام؟ نوری نوری تکروی خوب نیست، ما هم آمدیم کمکت بکنیم بابا. این اگه این سنگره به شوره برشه باز بکنه دیگه هیچی نمیتونه جلوشه بگیره. خود بعدنا بگیره. ای داده بیدار. آقا بستلا. تامی تامی سنگ رو چون جمع کنیم. بگیم آقا. هرچی که دم دست ما نباید ملا درست بکنیم. بجومید. خواهد سنگ سیما هرچی هم جمع بکنیم. بیاری. بریم بریم بریم. آلا بزنی فایده نداره. من اگه این رو بکنم کبیه کنو میگیرم این انگوزه پتوس فرقل میکنه توی سوره خفه بچین یه کاری بکنید. خدایا این چه شبی بود برای هانت. هر کی هر چی دست آقایون به جون خودم ما داریم علکی جون خودمون رو به خطر میندازیم. من خودم پشت سازم میدونم. بکن سنگ داره آب میزنه بیرون ملاتو با خودش میشونه میبره. هیچ چیزی هم جلو دارش نیم. من نمیدونم عبدالی ما چیش اینجوری میکنه. ای والا راست میگم، ها اونجایی که میتونیم ملاد غلیظ بگیریم. سنگ و نخاله و چوب زیادی بزنی توش. باید جوری باشه وقتی آب به چشم بخوره خودش رو جمع بکنه. بجومین. مرد حسابی، تو اینجا رو چجوری ترکاندی؟ مثل دره شده. شد دیگه. باید تا کاری با خودت داری. باشه بابا. چوب و تخته جاندار بیاری. بجومه. آقای اون یه فکر به. اما بابوس، اما که سگه چوبی راست میگه سگه چوبه چوب جاندار چوب و تخته جاندار بیانی جوسته نفت جوسته کنه بیانی کنه بیانی کنه بیانی من یه آجو سگی ببین جوسته که ببین کنی جوسته کنه بیانی بری بیچه بگه بری بگه بیانی نیگه آمدی بابا آمدی بابا آقا رو بکنی باید سه تا سوراخ اینجا، اینجا و اونجا بزنید. خب، بعدی تیرهای چوبی داخلش رو کار بذارید، یه دیوار چوبی درست کنید. بعد دین این دیوار، با دیوار چوبی درست کنید. گروت بر شرفت. آره این درسته، فقط دیوار چوبی میتونه جلوی آب بگیره. به جمعی. به لحظه بگیره. کمه، سنگیه. بگیره، بگیره. بگیره، بگیره. همه کامه این کامه سنگ بداری بیاری. یعنی درست میشه؟ انشالله نه این زده من نه چی بود؟ زده چی بود؟ دست نکنم مردن آمد بایی خدا بیاموزه تو مال آدمای خوبی بودی سی روز خواهد آقا معلم رفته بودن این تو اگر بلای سرشون اومده باشه سخف آمده پایین خدا به داد ما برسن راه خروج ما مسدود شد مسدود شد؟ یعنی نمیتونیم بریم بیرون؟ معلومه که نمیتونیم یعنی هیچ راه دیگه نداره اگه نخواهیم بریم بیرون میمیریم
خوف نکنین رفقا، خوف نکنین. ما باید تا آخرین لحظه کنار هم متحد باشیم و وایسیم عین دانه‌های زنجیر به هم وصل بشیم. زنجیر اگر بمیره سربلنده، مرگ زنجیر تازه شروع آزادی. بابا بیانجا حسن غلام، بیانجا بابا، ما باید عین زنجیر به هم وصل بشیم. بابا بسته بکنم اوز اون طرفر زیر عوار موندن امو زنجیر پرو بازی میکنید. خدا مهندم، خدا خیرم، خدا مهندم، ارم باش، ارم تو از کجا میدونی شهر؟ به امید خدا، ایشالله به امید حق علیه بطل این در رد شده باشن، بعد اینجا ریزش کرده باشن. بنابر خدا بابا، سیروس دوست دوران بچگی منه، من نمیذارم اینجوری بمیره. سیروس کیا؟ ارم میخواهی با اون تو هر خدا مهندم، سیروس کیا؟ خدا مهندم، داری چه میکنی؟ آقا دست نزنی، احتمال ریزش مجدد وجود داره. آقا نمی شما یه چیزی بگو، شما یه چیزی بگو. آرام باش، ببین من نگاه کن یه دقیقه، آرام باش اینجا رو ببین، من نگاه کن. آقا جان ما مثل شما همه ناراحتی قبول، ولی با همون لحظه ای که اومدیم پایین میدونستیم که ممکنه یک برگشتی وجود نداشته باشه. حالا من پیشنهاد میدم که اقلا بیان یه جوری معدن طلا رو نجات بدیم که اقل خون این دو تا جوان هدر نره. ای بیچاره بچه‌ای ما، یه شبه هم بیپدر شدن. همه شخصی رو تو بسوط نه سیروس خوشحال بود جازه دکتر پیدا کرده بود. تو آبرنی من آقایون، آقایون به خدا الان دیگه من زدن ندارم، دختر به من زمان بدید، من خودم نمیرم. آقایون عزیزان، الان وقت جر و بس نیست، ما برای مردن دو راه داریم. اولا بشم وایستیم اینجا کمبرک بزنیم و دنبال مقصر بگردیم تا اینکه یا این سخت بیا رو سرمون، یا این آب بیا بالا بزن از سرمون بالا. دویو من بشم تا وقت داریم بریم جلو نشتی آب رو بگیریم قبل از مردنمون بیه دردی خورده باشیم. حالا اولا نش یا دویو من بشم. آقا بیم برو برگرد، من دویو من بشم. آقا من هم همینطوری تا گفت دویو من بشم. دویو من بشم. بسم الله. یک دو سه الله. سلام آقا فریبرز، آقا فریبرز چه شده؟ بابام و بقیه کجان ها؟ رفتن اون تو. چیز خاصی نیست، نگران نباشید. یه کوچولو آب زده تو معدن، اونم به حول قوه الهی برطرف میشه. بابا یه پیرمرد من رفته اون پایین، اون وقت شما با این قد و هیکل نشستی اینجا چرت میزنی؟ ببخشید آقا، ببخشید، ما تا الان 1:20 بودیم، تا صحبت فعلگی اومد وسط شدیم قد و هیکل. شما خوب کاری کردی نرفتی آقا فریبرز، این قدمش بده. از یک کیلومتری معدن رد شده، این افتضاح به بار آورده. وای به حالی که بره داخلش. خانم آقای گوش کنین، اونا اون تو گرفتارن، به کمک ما احتیاج دارن. امروز تا غروب همشون رو نجات میدین. کی خستاست؟ کی مونده است؟ قصاص تانو بیاریم. بیا بسا. یک دو سه الله. بریم بریم. آی 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 بابا نگی تو باردار نیستی، او پایینم هوا کمه، تو رو خدا کل شقبا بیدار نگیم. شیرین طاقت رو نمیگیرم، میتارم به مانم. مگه هی من باردارم تو؟ بله فقط تو بارداری توی روستا. مگه خونه من رنگین تر از باردارم؟ ببخشید ببخشید، اصلا نیازی نیست شما برید داخل، من مثل یه عقاب همین چیز رصد کردم، همین چیز تحت کنترله. بدبخ شدیم، آشیل شدیم. تونل ریزش کرده، وحیدینا موندن تو معدن. بابا بابا خدا بهمون رحم کنه. نمیدونم آقا یوسف، آقا سیروس، آقا یوسف، آقا سیروس، بیچاره شدی تونل آمد با این آنوری اینا همه او برگیر کرده. خدایا خدایگیان، من بابامه به تو سپردم، از خودت هم پسش میگیرم. به قول شاعر که میگه یارب
یارا با نوگل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش، گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور، دور باد آفت. تو گفتی همیشه تحت کنترل. آره من چند ثانیه پلکم سنگین شد و افتاد، همون چند ثانیه تمام دنیا کفه کن. خیلی خب، من گوشیمه نیاوردم، به خودم یه زنگ بزن آتش نشانی. باشه، چش شمارش چیه؟ 125. اجازه بده من اینو یادداشت کنم. یه جون یه دانه یک، یه دانه دو، یه دانه پنج، اینو نمیتونی حفظ بشی؟ یک دو پنج. نه دیگه، مختصر الان زنگ میزنم. چش بزنده. ای وای، گوشیم شارژش تموم شده، 73% شارژش. اومدم زنگ میزنم به مادرم، یهو خاموش شد. بیشتر دینمو خوردی. آقا کی موبایلش باشه؟ 125 بود. کی بود؟ آتش نشانی. با من بود دیگه. این دختر یه بار از تو یه چیزی خواست نتونستی. لعنت به این گوشی که خاموش شده. خاک عالم بر سرت. خاک این معدن تو سرت فرید. اون واسه چی تو وقتی قرار همه مون ببینیم؟ شورت بچه بانی شد که نظر شما با یه ساندویج کتلت چند روز میشه زندگی کرد؟ ساندویج کتلت هم داری؟ سوال با سوال جواب نمیدن. درست، من گفتم چند روز میشه زندگی کرد. اگه ماکاوس خانم درست کرده باشن چه بسا مرگ اون جلوتر هم بیافته. دهنت میبندی یا بیام ببندمش. بابا دختر من دو تا دیپلم هنر داره که تو خوابم نمیبینی. بفهم. من مکاوس کیم؟ جان بابام، دردت به جانم. ببخشید، یه سوال داشتم. بفرمایید. میگم که دو تا دیپلم هنری چی داره؟ جواب بده، نمیدم تا جان در بره. پسره یه بی در پیکر. تو جالو هیچ که چیزی نگه. چه شده این مغلا؟ نکنه دوباره سخو آمده پایین. صدای آب، صدای ریزش آب خط شد. جلو نشتی هم گرفتیم. نگاه کن، ما همدیگه توی سالن بودیم، داشتیم کار میکردیم، بعد اومدیم براشون سنگ بیاریم، وارد این راه رو کشیدیم، یهو اینجا همش اومد پایین. البته فکر بکنم اینجا تا اینجا اومده باشه پایین، چون زمانی که اومد پایین ما دقیقه ما اینجا بودیم، بقیه هم که همه توی سالونه. این ورودی چطور؟ نه این ورودی سالمه. خب امکانی که همه خاک بخوایم جابجا کنیم نیست. محبوس شده داریم، زمانمون هم کمه. بهترین راه اینه استارون رو نق بزنیم بتونیم محبوس شدهمون رو نجات بدیم. تو رو خدا هر کاری می‌کنی زود انجام بده. خدا به خدا. مجید مهدی. اینجوری بکنید. اینجوری خودمون بلد نیستیم. میسان، خودسان، توجه کن بدی منم. حضور شما تو منطقه خطر فقط کارو ما سخت‌تر می‌کنه.
شرایط بحرانیه. میدانم که نگرانین. خواهش میکنم اجازه بدید همکارمون کارشان انجام بدن. مطمئن باشید ما هم تمام تلاش شما رو میکنیم. برای بار هشتم آخر تکرار میکنم. بیشتر از این ما نمیتونیم فرصت از دست بدیم. اگر نگران جان عزتان هستین از مدرک خطر خواهشن دوری بکنید. آقا تو را به خدا بذارید ما هم باشتان بیایم. ما روی زمین ها بزرگ شدیم. ما وجب به وجب این زمین های بلد هستیم. مطمئن باشید کاری از شما بر بیاد حتما بهتان میگیم. خب الان باشتان بیایم. آقا مامور نگاه کن، من خودم هم غریق نجاتم، هم صخره نوردم، هم تو امداد نجات تجربه دارم، خیلی به دردتون میخورم. یعنی مدارک نه که میگی داری؟ نه دست خط دارم. از کی؟ عمو کاووس. آقا مامور من میتونم داوطلب باشم بیام. آقا میشه برام بیام. ای بابا بسیار خوب. از اینجا به بعد اسم منش نفتی نداره. شما میدانین و این دوستان بفرما به اسپاسگان کامل. سیروس به ما راستشو نگفته. قضیه معدن طلا فراتر از این حرف است. بریم. چکار داری میکنی گوله؟ هیچ بابا جون، این قرار تبدیل به عروسک بشه برای بچه هم. خب؟ من بندازم گردنم اینو نوشته بذارم روش، وقتی که اینجا پیدا میکنن همه بدونن که به فکر کادر روز تولد بچه هم بودم. یه حرف نزن روله، یه حرف نزن، درده تو جانم، توکلت به خدا باشه. روژان برش هم پدری میکنه هم مادری. هیچ چیه رو گنگه؟ خیلی همسر دانا و خود ساخته ای دار. چی دیدم؟ بابا جون آرزوم بعد تولد پسرم دخترم فقط یک بار ببینمش بابا جون. به خدا قول میدم خودم و پای خودم بیام این زیر بمیرم بابا. درد رو سره میبینیش شاعر میفرماید غم مرگ پدر کوچک غمی نی جگر میتونده دو جمعه که میدیم. باز جای دیگر میفرماید روشنی بخش دل هر باهنر باشد پدر، بهترین سرمایه از بحر پسر باشد پدر. شما شاید من میشتازم نه ببر من میگه بابا سیزم. باز جای دیگه باز دیگه مهی آرجا دردت به جانم، دستم میبوسم. یازده تا از او عروسک هایم برای بچه ایمت درست میکنی؟ یازده تا خودش یک مزده من میبره. ته تهش خودمون چه روز دیگه همه کارمون تمومه. واقعا دنیای عجیبیه ها. اصلا کی فکرشو میکرد؟ من و عمو کاووس در یک روز با هم دیگه همزمان بمیریم. باز تو دوباره دهن مبت دوا کردی؟ آخه این چه حرفی میزنی درست؟ کجاش عجیبه؟ عجیب نیست همون کاووس؟ با من دقیقا یادم 5 سالم بود. کل اهالی آبادی میگفتن دکتر به خاطر کهولت سن امو کاووس رو جواب کرد. اگه گپ داری بزن در دهنه بلا میان دو قرفش بکنم. ما هر که اینیا گفته با تو یاوه گفته.
از کجا معلوم؟ هیچ بعید نیست همینجا سرکار زیر آوار از بین بری، من به طرز معجزه آسایی اینجا برم بیرون. اما کاوس خدا نکنه این چرفی آخه. ان شاء الله هیچ کس نمیره. اینطوری هم نیست. اینجا دیگه ته خط. یه استاد داشتم یه روزی بهم گفت سلطانی سلطان باش. از این خردکاری ها چیزی در نمیاد. برو سراغ کاری که خودت سلطانش باشی. مثلا سلطان چی؟ سلطان هر چی. دون مرغ، واشر سر سیلن، چوب بستنی. فقط حیف که عجل به مهلت نداد. شرمنده تم استاد. خیلی هم شرمندهش نشدی. الانم شدی سلطان دینامیت. سلطان دینامیت بی موقع بی جا. در باز کن. بعدم لازم نکده شما اینقدر مرا ناامید بکنیم. ما وقتی تونستیم جلو آب قناته بگیریم اینجا از بین نره، از کجا معلوم نتونیم یه راه فراری پیدا کنیم از اینجا بریم بیرون؟ ای درود به اون شرفت این درسته. بابا تن خدا تو این موقعیت انقدر حرف ناامید کنندن نزنین. آره تن خدا بابا. شما یه بیرو کلن با یه گاز پیکنیک به من بدین، ظرف دو ساعت براتان دمت طول حرف میکنم. تو نیم سانت نمیدونی حرف بکنی. برای چه؟ نگاه در دیوار اینجا بکن داره چکم بکنه. آب قنات پشت دیوارا جمع شده. کلنگ اول نه، کلنگ دومه که بزنی تمام آب وارد معدن میشه. نرمو که بگم بیچارمون نکنم. پس تو میگی ما چه بکنیم اون ساگلا؟ دست رو دست بذاریم تا بمیریم و از بین بریم؟ راست میگی چیکار کنیم؟ ای امو کابوس، هی این مدت چه آدمای عزیزی از دنیا رفتن که همه ما جلو اونا اصلا عددی نیستیم. راست میگی. استاد چنگیز جلیلوند اسطوره دوبله. دوران نامزدی یادش بخیر، یادش بخیر. فریده به شما گفت کیوان تو صدات خیلی شبیه استاد جلیلوند. حرفای دوران نامزدی همش بعد هوا. روی شنشد خدا بیاموزد شد. خدا بیامرز استاد کامبوزیا پرتویده. خدا بیامرز. خدا رحمتش کنه. کودکی بچه‌ی من همش با نوشته‌ها و فیلم‌های ایشان گذشت. خدا بیامرز. روحشون شاد واقعا. گربه آوازخوان. گلنار. گلنار مثل گلی بود که گفتم پر پر گشته. شکر خدا دوباره به ده ما برگشته. تمام شعرش از حفظم به خدا. الانم گلنار خیلی دوست دارم. شیرین بالای ده بر بردم این فیلم دید. هر دفعه یه جوری نگاه میکرد انگار بار اولشه، هم چشش برق میزه. به خدا نمیهمیم شیرین گلنار نگاه میکرد، منم چشمه شیرین. ای جان، ای جان. ها؟ چی شد باز؟ بچه گرشو گفته بقی نوری ما به هم بازی بودیم. لازم نکرده بگی بی تربیته. بچه گیش هم کنه چیزندیم بچه ره. چکار کرده مقنوری؟ اگه تیرکمونو میگی خدایشو جشن مونده. ببین سلمان پسر ساده دل روسته، اگر بخوای اون خاطره رو بازگو بکنی ممکنه من یا ایزاد من نن. یا خدا اینه دیگه چه بکنیم؟ آقایان تاسه همه مخونده شد.